دیگه کسی نیست؟ مگه بهت نگفتم حقه نزن؟ زدنت بس نیست فاشم میدی؟ مالا خواستم ادبش کنم. بالغت. آخه حیفم اومد با مش بزنمش. مشت نگردشم واسه دوستای گردن کلفترش. امتحان کنم؟ دیگرش نداری. آقا رو. بشو بینه. بح، این که پنچر شد. آلی. نوبت کیه؟ دیگه کسی نیست؟ چرا؟ مرتیقت از جلو نبرید از پشت سر میزنی. بینم احتیاج داره تشکر کنم. باشه طلب من، یه کار کوچیکی باید داشتم. بی اینجا با مشروب چطوری؟ طلاقش دادم. میکشی؟ ای بعدم نمیاد. اون رد کن بیاد، چون خودم از کس دیگه کش رفته. شغلت چیه؟ زور بازو. اونو که دیدم دیگه چی بلدی؟
اونی که فکر میکنه. یه کار پر درآمدی واسه زیر سر دارم. نازه ندخلت. مایت چقدی؟ 150,000 تا در مقابل بی جون کردن یه جونه بر. با کار یا با گله؟ اونش دیگه با خودت. گله بهتره. چون دست به تفنگم میزونه میزونه. خلاصه صاحب کار ما یه عموی پول داره داره. میخواد وارثش بشه. کی میشه صاحب کارتو دید؟ باش بریم. بانک با تمام موجودیش 1,000 تومنش نخون قباد خان بذار تای بانک بمونه. هر وای سیبیله از غذایش هم به 1,000 تومن آخریته. کم نمی کنی نه؟ پس 5,000 تومنم رو بانک. اونم قبول. کارت تو یه کارت دیگه بیا. پروین مگه کری؟ من نگفتم سربازی از پهلوی من جام نخوری. بیا اینجا بر دل من بتمر دیگه. خیال میکنی بردی نه؟ پروین کف دست نگردار ببینم. یه کارت بزن رو. بزن کف دست پروین. دست خوش. 21. پس دست خوش من بیا 1,000 تومنش مال خودت. خب بچه من چند دقیقه کار دارم. به جای من شهلا بازی رو ادامه میده. به نظرم یه چلتایی باختی رفیق نهست. آره. بهتر اول یه ذره ما رو بشناسی. ناخونت از دهنت دارار. اینقدر به اون چراغ نزن. مشروب یه گیلاسش بد نیست. نه. 10 ساله به فرمان عموم که از میلیاردرهای شماله دارم کشاورزی میکنم تا نوکر بیجیرشم و کشت کارشو سرپرستی کنم. اما به جون همه خوشگله حتی نمیدونم دانشکدش کجاست. آخه سر جدت کدوم آدم حس کنه؟ خیلی بازم تشریف داری. حالا کجاشو دیدی؟ از همون اول که به دنیا آمدم یه پا جهنمی خلص بودم. هنوز از شکم ننم خارج نشده 2 قتل کردم. ننم سرزا عمرشو به شما بخشید. برادر دوقلومم خفه شد و با بند نافم دارش زدم. بهتر وارد اصل مطلب بشیم. انقدری که لازم بود شناختمت. نماینده صحبت 150 تا کرد در مقابل یه گله. هر چی گفت قبوله. خب این گله قیمتی رو نظر کی کردی؟ نظر عمو جون خودم آقای نورین. پیرمرد احمقیه که مثل یه اژدها رو گنج خودش خوابیده و احد و ناسی رو نمیذاره که نزدیکش بره. یه افریتیه که نه یه شی ازش در میاد و نه میمیره که ما فقیر فقرا به یه نوایی برسیم. به نظرم بهتره وارد اصل مطلب بشیم. بارکلا بفهمید. عمو جون ما یه دختر داره و 11 میلیون ثروت. یه پسرم داشت که سال پیش از یه بلندی افتاد و گفت خدا حافظ. نقشه من اینه که مژگان دختر عموی من از بین بره و بیچاره عمو جانم هم از قصه خودکشی کنه. به اصطلاح اونم نابود بشه. ولی تاتار با من یه گوله معامله کرده نه دوتا. اونم درسته. تو فقط گلولت تو قلب دختره میکاری. اگه تونستی عمو نورینم سر به نیستش کنی مزد زیادتر میشه و الا کندن کلک اون با من. چرا آقا رو واسه این کار نمیفرستی؟ اونجا تو فریجان ماهارو که دوره بر قباتخان هستیم مثل گاو پیشونی سفید میشناسن. گفتین فریجان؟ فریجان کدوم گوریه؟ تو شماله. همون جایی که امونورین با دخترش منتظر مرگه. تاتارم بعد میاد که اگه یه وقت لنگ موندی را چرا نشونت بده. منتها اون تو مردم آفتابی نمیشه. یه نشونی هم با هم میذارین. مثلا شکار شغال. هر وقت با هم کار داشتین با این نشونی به هم خبر میدید. اینا به اون هاست. باقیش هم کار که تموم کردی میگی. ولی به شرط اینکه موفق بشی. کی باید حرکت کنم؟ فردا صبح اول وقت.
آره، تتار باید یه تفنگ شکاری میده. به بهانه شکار میری اونجا و کارو تموم میکنیم. خیلی خوب. سیگار. متشکرم. سلام. نزدیکترین راهی که به کشتارگاه هموجونت و دخترش منتهی میشه کدومه؟ از پهلوی میری به لاهیجان. بین لاهیجان و لنگرود یه راه میونباری هست که میرسه به یک کوه عجیبی. اونو بهش میگن شیطان کوه. مونده بود. بزن بریم تو جنگل بگردیم. سرکار. ببخشید سرکار. بفرمایید. می‌خواستم ببینم املاک فریجان همینجاست؟ بله آقا، از اینجا تا اون بالای کوتا چشم کار می‌کنه املاک فریجانه. فرمایشی بود؟ با ارباب نورین کار داشتم. تا خونش خیلی راهه؟ آره، اگه آفتاب اذیتتون نکنه. اگه از جاده ماشین رو برین 200 راهه، ولی اگه از میونبار جنگل برین راه درست نصفه میشه. مثل اینکه مجبورم از میونبار برم. همینطور راست بریم بالا. فقط جلوی پاتونو بپایین. راه پر از کاریز و چاهای خطرناکه. متشکرم. خدافظ. ببینم کی؟ وای سمکو، وای تو خودت داری میرین تو چه سمکو؟ وای وای، اوه دیدمه.
بزنین شونه هاش. دیگه نمیتونم بیشتر از این خودمو نگه دارم. زود باشین. ای وای قلبم تلپ با تلپ میزنه. اگه این پسر خوشگلی باشه میدونی چیکارش میکنم؟ اگه کاری از دستتون برمیاد به جنبین ته چا باطلاق. اگه بیافتم رفتم. صبر کنی. زود باشین. زود باشین کمک کنی. زودتر. نه ترسین علا. وای خدا جونم. زود باشین کمک کنی. خدا جونم چه سنای گرمی. اونی که تو آسمون پیش میگشتم تو چا چی کار میکنی؟ خیلی خوشگله مجدا. بابا تو هم چه جواب نمیدی؟ ببینم اسم من کاکونیه، تو اسمت چیه؟ اون تو چی کار میکنی خوشگه؟ میگم به اون مژگان زیاد رو ندیا. اگه رو دادی دیگه نه من نه تو. من در عشق خاشنم. اومدم بیگه منو بای بای. این چه دیوونگی بود کردی دختر؟ هیچ فکر نمی کردم خدا به این طرفرزی مراد منو بده. تو رو به خدا منو ببوس. تا مژگان نایمده من مواظب باش. بگیر کاکولی. تو احساسات نداری؟ تو بچه ای منو ماشکم هست که خودمون تو چای اندار. خیلی خواب بسه. طلاب و محکم بگیر کاکولی الان میکشمت بالا. اومد اینقدر بیمونی اینجا تا بمیری. منو ماشکم هست که خودمون این همه را تو چای انداختم. پرد به این بی احساسی نوبری. وای ناخونم بابازه باش رفتم. گله پاشو ببینم کمک کن تا از طلاب رو بکشه. الله پاشو دیگه. خب هفتاد سال سیا در نیو. حاضری؟ گله زود باش بکش. معلومه خدا خیلی دوستتون داره. اگه اتفاقا از اینجا رد نمی شدیم و صدای شما رو نمی شنیدیم تا قیامت تو چه ها می موندیم. معلوم نبود چه بلایی به سرتون می اومد. بذارین اول ازتون تشکر کنم چون برای نجات من خیلی زحمت کشیدین. دستتون زخمی شده؟ نه چیزی نیست. ولی شما میلنگیم پاتون طوری شده؟ نه مثل اینکه یه مختصر ضربی دیده اما کت و کولم وضعش خیلی ناجوره. اگه موافقین بریم خونه ما یه پانسمان موقت بکنین. آخه اینجا دواخونه نیست. خونه ما میشه ها؟ اینقدر خوب پانسمان میکنم؟ نه کاکولی خونه شما دورتر. ایشون خواهر شما هستن؟ نه دختر برزخان مالک این آبادی پهلو. خب بل داریم بریم. والا اگه پا میریزه حرکت بده. ببینم دنبال چی میگردی؟ داشتم میرفتم فریجان خونه ارباب نوری. میترسم راه رو گم کرده باشم. حالا چرا بترسی؟ ما هم درست همونجا میریم. پس شما با خانواده نوری مالک فریجان همسایه این؟ نه اخی دخترش هستم. بفرمین بریم. کفت و درد و مرگت بشه مژگانی بنا خورده آب زیر کن. اینا جفتتون تا شب نکشی. عباس عباس بیا اسپا رو بگیر. بفرمین از کرم. زهره
بله. متشکرم. زهره کجایی؟ عجب جاییه. مثل بهش میمونه. چرا ماتتون برده بیان بریم؟ برای تماشا خیلی وقت داریم. کازه؟ بله خانم، اومدم. سلام خانم. بیا کازم، این توفنگ و سک آقا رو بگیر ببر بالا. بله بله. زمنان بگو یه چایی داغم بهمون بدن، خسته. ایوا خدا مرگم بده خانم، چی شده؟ لباساتون چرا خاکیه؟ چیز مهمی نیست. آقا افتاده بود تو یکی از کاریزای جنگل درش آوردی. تو آب گرم و کیف دواهای دمدستی رو بردار بیار، آقا کمی زخمی شده. نکنه این آقا همونیه که قراره برای شکار شغالا بیاد اینجا. گفتی شکار شغال؟ خیال نمی کردم این اصطلاح رو شنیده باشین. این روزا همه ما منتظر ورود شکارچی شغالا هست. کی میشه که شر این شغالا کنده بشه؟ از زوزه این شغالا نه شب راحتی داریم نه روز. نکنه واقعا حالا خودشون باشه. چه مانعی داره؟ بالاخره کار دیگه. یه خورده خطرناکه اما عوضش پول خوبی ازش گیر میاد. در هر صورت به منزل ما خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. به خونه ما خوش آمدید. متشکرم. لطفاً از این طرف. بفرمایید. خانم اساسی آقا رو بذارم اینجا؟ بله. چای رو فراموش نکن کازه. چشم خانم. به زهرم بگو فوراً کیف دواها رو برداره بیاره. فهمیدی چی گفتم؟ خب، باید کت و بلوزتون رو دراریم ببینم اون زیر چه خبره. خیلی خبر است. منتها چون من نق و نقی نیستم هیچی نمیگم. دراز بکشم. بخوابین دیگه. پیرهن تو یه پارچه خونه. واقعا عجب آدم جون سختی هستی. با این وضع چطور ساکت ایستاده بودین و چیزی نمیگفتی؟ چاره نیست، باید درش رو برد. زود باش بیه زهره. اون قیچی رو بده ببینم زهره. چاره نیست، باید زیر پیرهنش رو قیچی کرد، زخمش چسبیده. به آقا نمیاد چیکار چیه معمولی باشم. بعد جوری زخمی شدیم. حالا چرا ساکتیم؟ نکنه زهره بهتون گفت شکار چه شغال بدتون اومد. شما چی؟ حد میزنی من کی هستم؟ هر کسی باشین گفتم به خونه ما خوش آمدی. اون عکس ها کیا هستن؟ کدوم عکس ها؟ اونا عکس های خانوادگی. اون عمومه، اون یکی پسر عمومه، این فرهاد برادر عزیزمه، اونم عکس مادرمه. پدرتون کجاست؟ منزل نیست. چرا عکس شما پدرتون اینجا نیست؟ عجله نداشته باشید. بالاخره یه روز عکس من و پدرم هم بین این عکس ها جا میگیره. آها، فهمیدم. پس اینجا فقط عکس اونایی رو گذاشتن که... که مردن، بله. صحبت مردن شد چیز بامزه یادم اومد. دو سال پیش که با پاپا اینا رفته بودیم اسپانیا، یه پیرزن کلی کف دستم رو دید و گفت عشق تو به صورت قاصد مرگ به خونتون میاد. پرسیدم این قاصد مرگ به چه شکلیه؟ گفت جوونی با چشمای آبی مثل آسمون. خدایا چقدر اون روز به این حرف خندیدی. عشق تو به صورت قاصد مرگ به خونتون میاد با چشمای آبی. تو رو خدا این حرف با مزه نیست. اون کیه پشت در وایستده؟ کی؟ کازم آخرش تو منو میکشی. صد دفعه بهت گفتم نمیخواد اینجوری برام خوش خدمتی کنی. ما الانه داشتیم از مرگ حرف میزدیم. میفرمایی خانم، بنده منظوری نداشتم. باور کنین منظوری نداشتم. شما فرمودین چای بیارم. خیلی خب، چای رو بذار رو میز و برو. چه آدم مرموزیه. از قضا یکی از باوفاترین نوکرای پدرمه. خب ناراحت که نیستی. شما من از اون کاریز خطرناک نجات دادین و زخمامو پانسمان کردین. اقلا بذارین این حقو داشته باشم که... که چی؟ تشکر کنم. شما هیچ به فکر خودتون نیستین. ببینین تناب چطوری دستتون رو زخمی کرده؟ تشکر میکنم. من باید تشکر کنم. سلام. ببینم مشکان اومده. بله رفتم بالا. مشکان!
ای پاپا اومده، عجب چه زود عصر شد. تو اینجا چه کار میکنی؟ این تانی مچتو گرفتم، خیال نکنی ندیدم. چی رو دیدی دختر؟ دست مژگانو بوسیدی لوس. بله، پنکاش تو یه کار قهرمانی انجام سلام داره. برو سلام. حالا این مهمان عزیز ما کجا هست؟ یه خورده زخمی شده، داشتم پاسمانش میکردم. امون اونوی سلام من آو اونجا... سلام کاکولی کوچولو، حالت چطوره؟ ها؟ نمیدونم تقصیر منه یا تو، در هر صورت باید به من میگفتی که اسم دوست ما چیه. شاید تقصیر من بود، باید قبلا خودم معرفی میکردم. راستش بابا فرصت نشد که حتی اسم هم دیگر رو بپرسی. آو لابد گفتی که اتاقی برای آقا آماده کنن. زهره وظیفه خودشو میدونه پاپا. ببخشید فرمودی این اتاق برای من؟ من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. آو لازم به تشکر نیست پسرم، مگه شب نباید یه گوشه بیتوته کنی؟ ببینم، نکنه کارت همین بوده که بیا اینجا بیفتی تو چاه و برگردی، ها؟ این مهران به اتاقشون راه نمایی کنید، مواظب باشید چیزی کم و کسر نباشه. البته قربان. زهره میز شما آماده کن. بفرمین آقا. متشکرم. بفرمین. نگاه کن. اگه بعد از شام نهی منی به خونمون برسونی، معلوم میشه که خیلی بی‌تربیت. بارا دختر حاصل ندارم. اگه به همون نوری نگفتم که دست مژگانو بوسیدی؟ اینک میری؟ بفرمین، اینجاست قربان. متشکرم. امیدوارم این اتاق مورد پسند شما باشه. بله، اتاق قشنگیه. اینجا اتاق مرحوم فرادخان اخوی مژگان خانم بود. خدا بیامر جوون خیلی خوبی بود، همش مطالعه میکرد. آره، از کتاباش معلومه. راستی اگه هموم خواستین آب گرمه گرمه. فعلا که نه، با این زخمای پشتم نمیشه هموم کرد. عذر میخوام، چیزی نمونده بود که فراموش کنم قربان. این پاکت رو یه نفر آورد سپرد که بدم خدمتتون. برای من؟ عجیبه. حتما جنابالی دوست یا آشنایی نزدیکه دارین که گله کردن چرا خونهشون نرفتی. ممکنه. امیدوارم خبر بدی برای آقا ننوشته باشه. نه نه، چیز مهمی نیست. همونطور که حد زدین از یکی از دوستامه. برای شام تشریف میارین قربان؟ آره میام، متشکرم. بله، حدستون درسته. برای شکار این ور اومدم. شنیدم اینجا پر از بز کوهیه. بز کوهی که چه عرض کنم، ولی تا دلت بخواد پر از شغاله. در هر صورت باید تیرانداز خوبی باشی پسرم. خب پاپا پس خدا واسط رسونده. آخه پاپا خودش از بهترین شکارچیای دنیا میدونه. درست برعکس من که از شکار و ریختن خون حیوانا متنفرم. خب هر چیزی واسه خودش فلسفه‌ای داره دختر جون. مرسی. از قضا فردا روز شکار منه. عالی شد، یه رفیق شکارچی. خلاصه به این زودی ها رفتنی نیستی. منم فردا میام شکار. اما نوری آخه اینقدر از شکار خوشم میاد. او شیطو جمشید خان اخویه کاکولی خانم اومدن دنبالش. وای چه بد. این داداش منم فکر میکنه که من بچه‌م. خیلی خوب، بهش بگو الان تشریف میارم. تو موفی؟ او جمشید خان قربان سلام عرض کردم. فکر کردم جسارت تو اینجا بیام سلامی عرض نکنم. متشکرم جمشید خان. ابویالشون چطوره؟ پادردشون هنوز خوب نشده. شما چطوری؟ به مرحمتتون بد نیستم. عرض سلام کردم خانم مژگان. شما که نسبت به ما محبتی ندارین. ایشون جمشید خان پسر همسایه ملکیمون هستن. اخوی من هستن. ببخشید آقا، کی باشن؟ آو شیرین زبونی های این کاکولی کوچولو از یادم برد که آقای مهران رو به شما معرفی کنم. آره شنیدم، پاشون سر خورد افتاد تو کاریز. مژگان خانم به دادش رسید. حالا چرا نمیشینین جمشید خان؟ ممنونم قربان، دیگه باید رفت. تا خونه برسیم میشه نصف شب. باشه کاکولی، یالا. خیلی خوبا. یالا دیگه. شب بخیر خانم مژگان. انشالله این روزا بهتون خوش بگذره. شب خوش. امونوری به سلامت. یادتون نره فردا میریم شکار. شب بخیر.
ما عادت به تعارف کردن نداریم، اما شما راست راستی چی نخورید؟ من شبا خیلی کم میخورم، عوضش عادت دارم یک ساعت پیاده روی کنم. اگه اجازه بدیم من برنامه هر شبیمو انجام میدم، چون فردا برای شکار لابا صبح زود باید بیدار بشم. جسارت نباشه اگه صدای شغالا بذاره که بخوابیم. مگه نیومدن شکارشون کنن؟ هنوز که نه، این کاریزای جنگل کارشونو مشکل کرده، میترسن بیفتن توش. چاره چیه؟ باید احتیاط کنم. همینطوره سرکار خانم، پولی که میگیرن برای همین خطرش دیگه، وگرنه بندم میتونستم شکارچی شغال باشم. آفرین کاظم. بنده رو مرخص میفرمایین؟ منم فردا باهاتون میام، هرچند که از شکار بدم میاد صد چندانش عاشق سواریه. الحمدلله، باید گفت که تو این خونه معجزه شده. خب پس منم میرم که زودتر بخوابم. شب بخیر پسرم. شب بخیر. بخیر عزیزم. شب بخیر. شب بخیر خانم مژگان. شب بخیر. آقای مهران، خودتونو ببوشید. جنگل شبا خیلی سرد. متشکرم کاظم. تویی؟ پس کی میخواستی باشه؟ دلخوری؟ خب حرفتو بزن. من واسه حرف زدن نیومدم اینجا، اومدم حرف بشنوم. تا کجا پیشرفت کردی؟ فعلا که هیچی. امروز موقع اومدن افتادم توی یکی از کاریزای جنگل، به وسیله کسی که باید میکشتمش نجات پیدا کردم. خب میخواستی اونو بندازی تو چاه و کرکشو بکنی؟ تنها نبود. اینجا چطور؟ جاسته کسی هم هست یا نه؟ خنده نداره، گفتم جاسته کسی هست یا نه؟ فقط جاکرته، ناراحت نباش. نامه دادنت هم احمقانه ترین کاری بود که تو دنیا میشد کرد. نمیشد این قرار رو قبلا با هم بذاری؟ حالا مگه چی شده؟ هیچی. چی میخواستی بشه؟ اون پیش خدمتی که کاغذ آورد آدم مرموزیه، یه خوردم فضول به نظر میاد. خسته این چیزها رو نخور، بگو بینم به کجا رسیدی. بر اسب اتفاق تونستم خونه کسی که باید بکشمش ساکن بشم. خب از اینجا زیادم دور نیستش. لابد اینو میدونستم که کاغذ اونجا برات فرستادم. آخه خلصه اون اسکناسا چشم انتظارتن، تا قباد تو قمار نواختشون دست به جنبون. فردا برای شکار دعوتم کردم، امیدوارم بتونم همونجا قال کارو بکنم با یه تیر. خوش آمد و برو زودتر بخواب که فردا موقع تیراندازی هدف رو پنج تا نبینیم. بعدش هم ساعت 9 اینجا منتظرتم. فردا کار تمومه، با یه گله کلکشو میکنم. تیراندازی رو دست شما آقای مهران در تیراندازی بی نظیرم، درست زده بسته قلبش. به به، چه نشونه ای. واقعا باریکلا، هدف گیری قلب خرگوشونم تو حرکت، کاری شکارچی محمودی نیست. متشکرم. آخه ای حیوانی بی رحم، دلتون آروم گرفت؟ بوز کویا پشت اون تپه. حالا درست شد، مردونه که بز کوهی رو بزنه نه خرگوش بزدلو. را بیافتید بریم. بفرمایید. بله. بفرمایید آقای مهران. شما بفرمایید، من از اون طرف میام. با عزتون یه سیگاری شاب کنم.
این درختون تربیت هم کن. تو به تربیت احتیاج نداری دختر جون، فقط یک کمی اینجات خالیه. میخوای یه چیزی در گوشت بگم؟ آره. برو تجدیدیات حاضر کن که رفوزه نشی. دختر تنبل، چه حرفای گنده تر از خودش میزنه. تنبل خودتی، خیلی دلت بخواد منو ببری پشت درخت و تربیت هم کنی. اصلا کی با تو میاد گنده؟ مژگان لوس، نمیشه بهش نرسونی که من تجدیدی دارم؟ خبر چینه کوفتی؟ بازگوی رو اون تفصونه هاش بارو ما رو بیشون آقا مهران رو سفید کنید. چند کلمه با حرف بزنم؟ اینقدر جدی؟ از اینم جدی تر. خیلی خوب بنار بینم. اگه خیال داری این برای سالم ببونی مواظب خودت باش و چشاتو درویش کن. منظورت چیه؟ منظورم رو خوب میفهمی. گفتم چشاتو درویش کن. من معما سرم نمیشه. چشاتو درویش کن یعنی چی؟ یعنی مواظب باش تو دکونی که باش معامله نداری ناخونک نزنی. شنیدم برای شکار اینجا اومدی. اگه فکر میکنی اون شکار مژگانه، کور خوندی داش. اطاعت قربان. اگه خیلی وحشت کردیم براتون قطره قلب بیارم. خیال میکنم این خانواده برزخان همچین ارسی یه چیزیشون میشه. خب اگه از شکار خسته شدیم یه خود با هم بریم گردش. این پشت یه صخره است که به تماشاش میارده. بیای. نگاه کنی قشنگ نیست؟ طبیعت عجیبیه. از جنگل بلافاصله پرتگاه. ببینین از اون بالا بود که پیرارسال برادرم فرهاد پرت شد اون تا. پرتگاه وحشتناکیه. گفتین از اون بالا افتاد؟ آره، از همینجا افتاد و کشته شد. چقدر مردن آسونه. یک چشم به هم زدن و دیگه هیچی. وقتی جنازش رو پیدا کردن آوردن خونه اصلا نمیشد شناختش. یه تیکه گوشت له شده بود. پدرم از ناراحتی نزدیک بود خودشو بکشه. اسم اینجا رو من گذاشتم پرتگاه مرگ. هر وقت برای سواری نزدیکی و میام سریم به اینجا میزنم. اینجا همه چیز قشنگ. غروب آفتابش با اون افق خونی، خلوت مرموزش، حتی مرگش. اینم یکی دیگه، مرگ یه حیوان دیگه. راستی برای چی اینا رو میکشم؟ اگه اسمش تفریه، پس چرا وقتی یه پلنگ گوسفند رو پاره میکنه اسمشو میذارم پلنگ خونخوار؟ در صورتی که اون یه حیوان درنده است و مجبور این کارو بکنه تا زنده بمونه. اما انسان واسه زنده موندن هیچ احتیاج به کشتن نداره. اما گاهی انسان مجبوره بکشه تا کشته نشه. از جا تکون نخور خانم و الا خاکستر میشی. نه مهران. مهران، مار، مار. نه ترس، کشتمش. آفرین. هه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 
خلوتگاه عشاق، خلوتگاه عشاق، ها؟ یه بار با زبون آدم بهت گفتم مواظب رفتار خودت باش و دور و بر این پرسه نزن. پس تو زبون آدم سرت نمیشه، ها؟ بسیار خوب. من وسیله دیگه ایم دارم که حرفالیت کنم. چرا این کار میکنی جمش؟ زورت میاد تشکر کنی؟ تشکر میکنم. جمشید! بدی نداشت جمشید، اون جون من رو نجات داد، ازش معذرت بخوا. تو رو فرستادن بکشی یا نجات بدی احمق، اونم از مارگزیدگی که این اندازه طبیعی بود. میدونی امروز چه فرصت بزرگی رو از دست دادی؟ نکنه شیرین زبونی های اون مژگان خانوم دست و پاتو نوز کرده به هم چسبونده. گوش کن، من نیومدم اینجا تو هر چرت و پردی که از دهن در میاد تو صورت من توف کنی، میفهمی؟ باریکلا خوشم اومد، اما بهتره با اونایی که لازمه اینجوری باشی. مقدم چینیات به بزه کنار، حرفت بزن، با این باد و طوفان ممکنه به رفت اومد و شبگردی ها مشکوک بشن. پس خانوم مژگان بهت گفت که اسم اون شیطانکو گذاشته پرتگاه مرگ. چه اسم مناسبی. خب خیال نمیکنی خیلی طبیعی باشه که مثلا اسب خانومو برداره و با خودش بندازه تو اون پرتگاه مرگ؟ یا اصلا چطور خودت با یه هول کوچیک این کارو بکنی ها؟ یه هول کوچیک؟ از این کار چه نتیجه میخوای بگیری؟ نتیجه؟ اولا 150,000 تومان گیرت میاد، مگه نه؟ خب دوم اینکه پدر دختره بالاخره طاقت نمیاره و خودکشی میکنه. آخه 2 سال پیش هم پسرش از همون پرتگاه افتاد و مرد. یه هول کوچیک از پشت سر موقعی که تفلک بچه داشت منظره غروب و آفتاب و نقاشی میکرد. پس برادر مژگانم شماها. خیلی خوب، نمیخواد دلت واسه اون بسوزه. فهمیدی؟ نه فهمیدی، یعنی میکشیمش و میگیم خودکشی کرد. فردا با مژگان خوشگلت میرین گردش و اسب سواری، به پرتگاه مرگ که رسیدین بقیهشو خودت میدونی. امیدوارم فردا شب دیگه لازم نباشه اینجا هم دیگه رو ببینیم. خدای شکر. آه.
خاموش میکنم کاظم، تو برو بخواب. اطاعت میشه مجد آقا. شما هنوز نخوابیدین؟ دیر کردی، ترسیدم اتفاقی برات افتاده باشه. خوب گردش کردی؟ آره خوبه، خوب واقعا اینجا بهشته. منزل خودتونه. دلم میخواست فردا صبح همه جا رو میگشتم. چطور شما منو هدایت کنید؟ با کمال میل. ما فردا صبح در پرتگاه مرگ منتظرتون میشم. گردشمون از اونجا شروع میکنیم. چرا پرتگاه مرگ؟ چون برادر... شاید که چی؟ شاید کسی رو که اونجا از دست دادم. حالت چطوره؟ متشکرم. اسم آقا رو گذاشتم مهتابی، چون عادت داره شبا بره بگرده. آخه اینم شد کار. داشتیم از تیراندازی دیروز حرف می‌زدیم. سروان خیلی ازت تعریف می‌کنن. متشکرم، لطف دارم. خب من خیلی خستم سروان. لطفاً اگه ممکنه شما ماشین رو برونید. با کمال میل آقای. نه نه، هر چی می‌خوام خودم رو راضی کنم که تو چیزیت نیست نمی‌تونم. اگه فرهاد پسرم زنده بود بهت یاد میداد که یه جوان چجوری باید آسمون و زمین رو با هم گره بزنه، مثل یه پارچه تر که میچلوننش تا آبش رو بگیرن. از این چهار روز عمر باید حداکثر استفاده رو کرد پسرم، بچلونش. آره پسرم، بچلونش، بچلون، بچلون. خداحافظ پسرم. پسر خیلی خوبیه. ملخان کاکولی. گفتی کاکولی؟ من از نسام شناختی؟ خدا جونم، پس تو هم منو دوست داری؟ لاش. واسه چی نگفتی موژگان؟ واسه این که این بیمزدگی هم فقط کار توه. وا چه لوس. موژگان مثل تو لوس نیستش. آه نه، تو از عشق میترسی. بگو که از عشق میترسم. لا اله الا الله. ولکن دختر، خیلی خوب میترسم. من از عشق میترسم. حالا بگو ببینم این حرفای گنده رو از کجا یاد گرفتی؟ از تو مجله. بیا بریم خونه ما. آخه بیام خونه شما چی کار کنم؟ بشینم باید یه قل و قل بازی کنم؟ نه، بیا بریم اون که امون نورین گفت بازی کنم. آی وای ای خدا، آخه دیوانه گی رو گفت. فوته اینا زندگی رو میچلونن. تازه اگه پاپام اسم منو عوض زندگی گذاشته کاکولی، تقصیر منه. میدونی جونم، ای به کار اینه که من هیچ حوصله ندارم عوضش تو معدن حوصله ای. برو گم شو. نانوش برا خورده کوفتی. معذرت میخوام، چیزی فرمودی؟ آره فرمودم. مامان خب چی ماست؟ من گذاشته تاخچه بالا، خیلی دلت میخواد. یادت نره 150,000 تومان در مقابل یه هول کوچیک که مژگان خانم بره ته دره و تیکه تیکه بشه. شب منتظرتم. خوش آمدیم مژگان. چرا خواستی وعده ملاقات ما اینجا باشه؟ مگه دیشب بهت نگفتم هیچی برای من تو دنیا مثل این پرتگاه الهام بخش نیست؟ همیشه یقین داشتم خدا عوض چیزی رو که اینجا ازم گرفته همینجا به هم پس میده. تفلک برادرم اون لحظه ای که دید داره سرنگون میشه، اون تا چه حالی داشت؟ سرنگون شد یا سرنگونش کردن؟ اصلا از کجا معلومه که اول کشتنش بعد انداختن پایین تا جنایت و تصادف جلوه بدن؟ پس تو معتقدی که برادرمو کشتن؟ چرا جواب نمیدی؟ مهران؟ تو کارگاهی؟ نکنه بعد از 2 سال به مرگ برادرم مشکوک شدن و تو رو برای تحقیق فرستادن؟
معلوم نیست. شاید همونایی که برادر تو از اینجا انداختن حالا هم یه نفر رو فرستادن که با تو هم همون معامله رو بکنه. چرا باید کسی به فکر کشتن برادرم یا من باشه؟ چرا؟ نمیتونم باور کنم. مثلا اگه من یه همچین ماموریتی داشته باشم فکر نمی‌کنی یه هول کوچیک کارو؟ یه پیرزن کلی درست از آب در بیاد. اون گفته بود عشق تو به صورت قاصد مرگ بخونت میاد، قاصدی با چشمای آبی. فراموش کن ماجبان. اگه پرت شده بودم پایی، منم دنبالت میمدم، خودم میکشتم. برای این که خودتو مسئول میدونستی؟ نه، برای این که تو گریه میکنی مهران. دلم میخواست پام اینجا نیم، دلم میخواست وجود نداشته. وجود تو وجود منه مهران. مطمئن بودم خدا عوض برادری رو که اینجا ازم گرفته همینجا به این پس. مهران معذرت. بشین پسرم. ناراحتی این دو روز اخیر تو به کلی اسباب پریشانی خاطر ما شده. بالاخره نباید از چی ناراحتی پسرم؟ راستش اصولا من آدم شادم. شاید برای اینکه یتیم بار اومدم از کسی محبت ندیدم. شایدم برای اینکه هرگز شانس با من یاری نکرد. دلم نمیخواد اینقدر بدبین باشی پسرم. ببین جانم، وجود تو در این چند روز تو این خونه باعث شده که جای اون پسر نازنین از دست رفته من کمتر توی چشم بخوره. متشکرم. البته لازم به گفتن نیست که تو یه جوون با شخصیتی هستی و بی اختیار محبت اشخاص رو به خودت جلب میکنی. شما خانم مژگان نسبت به بنده لطف دارید. نمیدونم با چه زبونی از لطف و محبت شما تشکر. او نه نه، ما اهل تعارف نیستیم. در غیر این صورت اون قباد برادرزاده پوچ من خیلی بهتر و زودتر باید جای خالی پسر مرحومم رو پر میکرد. پسر احمق و فرستادم بره کشاورزی بخونه. واسه چی؟ واسه اینکه روزی برگرده و جای پسرم فرهاد سرپرست این املاک بشه. اما اون ترجیح داد تا خرخره تو لجن کثافت زندگی بی بند و بار خودش فرو بره. کاش قبادم مثل تو بود پسرم. شما رو به خدا، خب شما چه میدونی من کی هستم؟ از کجا معلوم از قباد بدتر نیستم؟ شاید من یه قاتل فراریم، شاید دزد آدم کشی هستم که عدالت و قانون تعقیبم میکنه. تو چرا این حرفو میزنی آخه؟ شما چطور به آدم ناشناس اینقدر اعتماد میکنین و محبت نشون میدین؟ ناشناس بودن که دلیل دزد جانی بودن اشخاص نمیشه. جوانی به برازندگی تو چرا نباید مورد اعتماد و علاقه من یا هر کسی دیگه قرار نگیره؟ عجیبه، من شما پدر و دختر اینقدر پاک دل و پاک تینت هستین که آدمو خلد سلاح میکنی. شما مسلح نیستین که خلد سلاحتون کنین. خب ما بریم بخوابیم که فردا صبح تا شب سگدونی داریم. شب بخیر عزیزم. شب بخیر بابا. شب بخیر پسرم. شب بخیر. خب مثل این که امشب خیال قدم زدن نده. اتفاقا امشب از شبای دیگه بیشتر به راه رفتن و فکر کردن احتیاج دارم. Thank you.
معذرت میخوام مژگان خانم، گمون نمیکنم این موقع شب خیال قدم زدن داشته باشین. به تو چه این فوزیلیا کازه؟ البته عفو میفرمایید خانم، اگه به گوش پدرتون برسه که این وقت شب شما و اون آقا مهران تو اتاقاتون نیستین، تصور نمیکنم ایشون هیچ وقت تقصیر چاکی رو ببخشن. اون بالا رو نگاه کنین. ملاحظه میفرمایید آقا هنوز بیدارن. خیلی خوب بسه، میخوام رو مهتابی خورده قدم بزنم. چراغ رو خاموش کن برو. گفتم چراغ رو خاموش کن. اطاعت میشه سرکار خانم، اما انصافا مهتاب قشنگیه. چراغای حیات هم خاموش کن. اطاعت میشه. دیر کردی. خب بگو اینم چیکار کردی؟ داش خیر ببینی، ترجمهش کن. راستش ما زبون لالی سرمون نمیشه. برعکس، من فکر میکردم با این زبون بهتر میتونیم حرف هم دیگر رو بفهمیم، مخصوصا با تو. رو راست حرف بزن بینم، کجا درد میکنه؟ میخوایی بگی به اصطلاح معاملتو با قباد فسخ کردی؟ بازم یه خورده اونورتر، میخوام بگم اصلا با قباد معامله نداشتم که فسخ بشه. به همین سادگی؟ شما اونجا به من گفتیم باید یه افریت جهنمی رو از میون بردارم. اون وقت اومدی و دیدی یارو افریت فرشته است. وقتی دیدیم بدبختی منو تا اونجا کشونده که حاضرم تن به هر کاری بدم، گفتین خود خودشه. فکر کردیم با تطمیع کردن من از من یه آدم کش بسازیم، اما یه چیزو فکر نکردیم. فکر نکردین من یه آدمم، نه یه ماشین، یعنی غیر از گوشت و سخون قلب و روح هم دارم. داش سر جد چهار اکابر به بالا حرف نزن که مجبور میشم برم یه دیلماج واسه خودم بیارم. حالا بگو اینم، حرف حساب چیه؟ تاتر، موقع اومدم به اینجا من یه پارچه کینه و دشمنی نسبت به همه عالم آدم بودم. حاضر شده بودم واسه یه دستمال قیصریه رو با آتش خون بکشم. اما افریت شما این نورین و دخترش بدون اینکه بدونن من چه آشی واسه شون پختم، روح زهرآلود منو شفا دادن. باریکلا. نگو، نگو پیرگشون به بغرات تحکیم میرسه. جدن باریکلا. تو حق داری بخندی تاتار، ولی منی که پا شدم واسه کشتن یه انسان اومدم اینجا، حالا فقط و فقط یه چیز تو روحم دارم، اونم خجالت. از کی؟ خجالت از خودم، خجالت از وجدانی که قبول کرده بود در مقابل چند بسته اسکناس کثیف یه ماموریت کثیف‌تری رو انجام بده. آخه کدام پس فطرت بی وجدانی حاضر میشه این پدر و دختر بیگناه نابود کنه فقط واسه اینکه شکمون لاشخور متعفن زیر بشه؟ من نورین و دخترشو بکشم که ارثشون به تن لش آدم کشی مثل قباد برسه؟ واسه اینکه اون توفیلی بیوجدان اون قباد لجن با خیال راحت تر قمار کنه؟ ای به کار تو اینه که هنوز نمیدونی زیادی عرض دادم باعث جوون مرگی آدم میشه. احمق ناجات کنه خور. احمق تویی که خیال میکنی من دست خالی تو قفس گوریل آدم خوری مثل تو میام. چاقو رو بندست با این. گفتم بندست با این. گوشاتو واکن ببین چی میگم. به اربابت دوگو از این حق بازی ها دست وردار و فکر دیگه ای به حال خودش بکنه. منم بهش قول میدم که نورین و دخترش یک کلمه حرف از دهن من نشنون، چون نمیخوام پیش اونو خودم سکه یه پول بکنم. اما چیزی که هست، اگه یه مو از سر این خانواده کم بشه، اون وقت دیگه سر و کار قباد با من. Yeah.
نمیشه با زبون خوش حرف زد. برای آخرین بار تکرار میکنم. به قباد بسپار اگه بعد از این خیال آسیب رسوندم به نورین و دخترش داشته باشه زیر پام لهش میکنم. چقدر وقت میخوای پیغام منو به قباد برسونی یا جوابشو برام بیاری؟ فقط تو فردا شب. تا کی؟ فردا شب همین موقع. کجا؟ همینجا. مواظب باش به من کلک نزنی. فردا شب پیش از اومدنم به اینجا همه جریان واسه دادستان کل می‌نویسم و می‌سپارم دست آدم امنی. اگه حقه‌ای تو کار باشه ما چه همتون وا میشه. من خستم. تو باید حقیقت جریان رو به من بگیم مهران. با کی دعوا کردی ها؟ بلم کن. حالا چه اصراری داری که بهت دروغ بگم؟ معذرت میخوام مشکان. تو خسته ای. تو باید استراحت کنی. الان تو رو در خواب میدیدم. توی مردا فرو رفته بودی و فریاد میکشیدی. از روزی که اومدی هر شب خواب تو رو میبینم میرم. اما افسوس که این خواب عمرشون کوتاه. اگه بدونم مرده ها خواب میبینن حاضرم بمیرم که همیشه خواب تو رو ببینم. تو نباید بمیری مشکان. نباید بمیری. فردا میریم گردش. میریم حسابی تفریح میکنیم. به تیرند زیاد میدم. عالی. به شرطی که خونه بیگناهی ریخته نشه. مشکم خوام ببوسم. Thank you.
ببینم پسر، باز که اخمادو کشیدی تو ها؟ مهران تو رو خدا راستشو بگو، چرا انقدر کلافه؟ از چی رنج میبری؟ تو من دوست داری ماجگان؟ آره دوستت دارم، این شهامت هم دارم که عشقمو به تو اعتراف کنم. فراموش کن، من لیاقت این عشقو ندارم. آه فهمیدم، پس ناراحتی اون مردی تو... که باید تن پاک تو رو در آغوش بگیره من نیستم. عشق تو به من عشق یه بره پاک بد میکردی. بسته! قلبت از من یه موجودی بساز که مظهر سقوط روح آدم باشه، یه آدم پست. اون وقت ببین چه ساده میتونی فراموشم کنی. مهران چی کار میکنی مهران؟ نه مهران، نه رو مهران. بزرگترین محبتیه که میتونی در حق من بکنی. تو اشتباه میکنی مهران، تو رو نمیزنم، خودم رو میکشم. مزیگه یعنی چی؟ یعنی لذت. این دفعه یه جفت کشیده از من میخوری تا معنی لذت و درست حسابی بفهمی. الان جفتت رو عمل مرغون بگیر. قشنگی کشکش قربان. متشکرم. انشالله بد نگذشته باشه قربان. اتفاقا روزی بسیار خوبی هم بود. امیدوارم حسابی استفاده برده باشین. راستی آقا چه خبر؟ کی میاد؟ مباشرشون اومده بود گفت دیر میان. شاید نزدیکای نصف شب برگردن. آخه شهر کار دارن. خب من یه چند تا نامه دارم که حتما باید امروز بنویسم. با عزتو میرم اتاقم، بعد هم دیگه رو میبینیم. اشکالی نداره. زهره جون حمامو گرم کن که اومدم. یالا پاشو زود باش دیگه. حموم گرمه خانم. نفهمیدم واسه چی میخندی ها؟ ای شیطون. Thank you.
آره دوست عزیز، با تو کار داشتم. درو به من بیا نزدیکتر. بیا جلو. خانم میگفتن تو یکی از باوفاترین خدمتکارهای پدر. نمک پروردم قربان. به همین جهت میخواستم ازت خواهش کنم یه کار مهمیه که باید به من کمک کنی. خجالت زده میفرمایین قربان. لابد متوجه شدی که من شبا حدود ساعت 9 میرم هواخوری و نزدیکی های 10 برمیگردم. همینطوره قربان. گوش بده کاظم، میخوام امشب تا ساعت 11 بیدار بمونی و اگه دیدی من برنگشتم فورا مژگان خانم از خواب بیدار کنی و این دوتا پاکت رو بدی به دست خودشون. چشم، اطاعت میشه. کاظم، تا ساعت 11 هیچ کس نباید از وجود این پاکت ها پیشت و باخبر بشه. متوجهم قربان، حتی خود مژگان خانم. آفرین، حتی خود مژگان خانم. باید خیلی مواظب باشی. اگه خوابت ببره، اگه ساعت جلو عقب بره، اگه کسی پاکت رو پیشت ببینه، ممکنه سبب بشه که یه فاجعه‌ای به بار بیاد. میفهم این کار ظاهرا ساده چقدر مهمه؟ میفهمم قربان. باید خیال کنم شیشه رو چند نفر گذاشتن تو این پاکت و اونو سپردم دست چاکرت. آفرین. حالا برو چراغای حیاتو خاموش کن چون میخوام برم. خیالتون راحت باشه. موضوعی هست که مهران انقدر ناراحت میکنه. من فکر میکنم از این خانواده فقیریه که روش نمیشه. نه بابا، اینم شد حرف. خودش دیشب به من پاپا که یتیم بوده و پدر مادر ندیده. خب شاید میترسه که آقا با عروسیتون موافق نباشه. اینا نیست، هر کلکی هست تو این گردش های شبونشه. به نظرم میره تو اون کلبه خرابه که وسط جنگله. دیشب راه افتادم ردشو بگیرم، این کاظم لعنتی مرام سبز شد. اما امشب آسمون به زمین بیاد دنبالش میرم. منتها تو باید بیای سر جای من بخوابی که اگه پاپا اتفاقا سرکی شد خیال کنه من خوابیدم. شما چطوری میخواین از اینجا برین که کسی نفهمه؟ چطوری؟ از راه پله پشت بوم میرم پایین تو حیاط کوچیکی. کازه به خانوم بگو بودن شام میل ندارم. آقام شب خیلی دیر تشریف میارم. برای خانوم شام بیارم بالا یا تشریف میارم پایین؟ نمیدونم، بذار از خانوم بپرسم. منم میخوام بخوابم، شام میل ندارم، خستم. پایین رفتی بسپر کسی سر صدا نکن. اطاعت میشه. آره خودشه، به جام زهره برو کتم بیار. تو رو خدا خانم مواظب خودتون باشید. شب و جنگل و هزار جور هست. ناراحت نباش زهره، تو هم برو تو جای من، اما در کلید نکن که اگه پاپا اومد در نزنه که مجبور بشی جواب بدی. برو بخواب. پتورم بکش سرت، خودتم بزن بخواب، فهمیدی؟ Thank you.
تفنگ آوردی یا نه؟ اونم چجوری؟ مثل یه بچه قنداقش کردم که سرما نخوره. مواظب دستات باش، کافیه یه خورده بی احتیاطی کنی یا اثر انگوش روی این چوب چپاق بمونه تا مثل برق حسابتو برسه. خیلی خوب. بده ببینم. آخه این لامصب انگشتنگاری عجب لقمه لاکرداریه. کافی جون کی برمیگرده؟ خیال نمیکنم زودتر از یه ساعت دیگه برگرده. با وجود این بهتره بریم سر جاده منتظرش بشیم. بعید نیست که زودتر بیاد. خیلی خوب بریم. بجام اینا. خدا کنه مباشرش همراهش نباشی. جانم جان، ناز شست فاتحه آقا رو خوندی. باری کلا پاپی جون، گوله خورده عد وسط قلبش. موازه باش دست و جایی نذاری. خیلی خوب. اکه هی، من از این انگشتنگاری عین خود جن از بسم الله میترسم. خب تو غلفه، از اینجا به بعدش دیگه کارا با خودت تنهاست. میدونی چی کار باز بکنی؟ البته که میدونم. دستکشو میبوشم، کارد شکاری آقا مهران محکم میگیرم تو دستم، زرب کار تموم. آره. بعد اینکه کارو تموم کردی میپری نوکرا رو بیدار میکنی، میگی صدای تیر شنیدی. وقتی با نوکرا اومدی اینجا و جسد آقا نورین رو دیدین، علم شنگه را میندازی. خب یا گریه بکنم که خود مرحوم آقام دلش به حال من بسوزه، خیال تخ راحت باشه. آره. خلاصه تا میتونی مردم رو واسه گرفتن مهران تحریک کن، چون گوله از تفنگ اون اومده بیرون. یالا ببینم، عجله کن، تفنگم من میبرم. باشه. دنبال شما. بالاخره میگی که بهت دستور داده مشکانو بکشی یا لهت کنم. من تقصیر ندارم. دستمو ول کن. دستمو ول کن، به خدا بهت میگم. زود باش. حرف بزن. تمام این نقشه ها زیر سر قباته. اون به من گفت که با تفنگ و کاردتون آقا و مشکان خانمو بکشم، اون وقت تقصیر بندازیم گردن شما. من بی گناهم. خود قبات الان تو کلبه منتظر توئه. شما رو به خدا به داد مشکان برسی. اون به خاطر شما رفته، جونش در خطر. نامرد نمک نشناس. من میرم دنبال مژگان، تو با کمک نوکرا این پس فطرت رو ببندیم، بعد به همسایه و ژاندرمری خبر بدیم. خیلی خوب. برای من زیاد فرق نمیکنه چه تو رخت خواب گرم و نرمت مرگ و نوش جان کنی، چه اینجا.
منظور نابود کردن تو و همون نورین جون عزیزمه که رو اون گنج کثیفش نشستین و نمیذارین نفلش کنم. حالا بازم بگو تیرانداز خوبی نیست. خب چطور شد؟ تموم شد جون من. حاضرم به روح پاک آقا نورین قسم بخورم که حتی گاوای این معلم تصدیق میکنه قتل آقا به دست مهران اتفاق افتاده. تفنگ مال خودش، گلوله از تفنگ شلیک شده، علامت انگشتش هم روش چشمک میزنه. با اینکه اینجاست، ما هم کاظمو فرستادیم کلکشو تو خونه بکنه. آره اینجاست. داشت اون عاشق سینه چاکو تعقیب میکرد که بچه‌ها گیرش آوردن. پس تا مهران نرسیده بهتره کلک اینو بکنیم. منم تو همون فکر بودم، منتها خواستم اول از کشته شدن پدرش مطمئن بشم. و حالا و حالا یه عمل جراحی ظریف روی قلب کوچولی مژگان عزیز کافیه که روحش با روح پدر و برادر مرحومش اون بالا بالاها قاطی بشه. مثل اینکه اوضاع جوره، قتل اینم میفته گردن آقا مهران. آره اونم وقتی که بیچاره دستش از دنیا کوتاست و نمیتونه اقلا از خودش دفاع کنه. این مهران بدجنس تا رسید غافلگیرش کنین، محکم ببندینش تا کاظم بیاد یه گلوله نثارش کنه. چرا خودمون نکشیمش؟ همه میدونن که کاظم نوکر وفادار نورین احمد، اون مهران میکشه، بعد تو محکمه میگه که قاتل تو کلبه کهنه گیر انداختم، خواست به طرفم تیراندازی کنه اما من امونش ندادم. خب مشکان نازنین، دخترم و یزم، انگار دیگه باید از هم خداحافظی کنیم. ما به طرف ثروت و لذت زندگی، تو هم به طرف آسمونا پیش عزیزانت. پس فطره تو یکی که دست پخت من خوب چشیدی. بیا این ور. گفتم بیا این ور. تو زرنگتر از اونی که من فکر میکردم قباد. پا شدی این همه را به کوب اومدی که نورین و دخترشو بکشی، صرفا به خاطر اینکه با ثروت اونا به زندگی کثیف خودت ادامه بدی. اما یه چیزو فراموش کردی. فراموش کردی که پیغام داده بودم اگه یه موثر نورین و دخترش کم بشه با من طرفی. اگه پیغامت فراموش کرده بودم که این آقاین نازک نارنجی رو همراهی خودم نمی آوردم احمق. برای اینکه ثروت مژگان چشماتو کور کرده ها؟ ثروت مژگان چشای منو کور نکرده قباد. انسانیت و محبت اونو پدرش وجدان خفته منو بیدار کرده. کسی که با شما صحبت میکنه مهران دیروز نیست، بلکه مهرانیه که حاضر جونشو در راه بکشینش. کمک میرسیم. بیا Yeah.
کش. بیمار فضا، داداش شما رو میزنید؟ نه، نه، کشمش. تنها نیستی. نگاه کن. از این که من و مهران ناراحتت کردیم متاسفم دخترم. آره دخترم، من زنده هستم. مهران خطر رو حس کرده بود و به موقع گلوله‌های اصلی تفنگ رو عوض کرد. پس این قطره‌های خونی که رو سینته، همین خون مصنوعی اونا رو گول زد که باور کنن من کشته شدم. منتها مهران نمیدونست که تو برای تعقیب اون بیرون میای و جون تو به خطر میندازی. حالا برو ازش تشکر کن که به موقع تو رو از مرگت می نجات داد. برو دخترم. برو، مهران منتظرته. آه.